خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت بچهای گل پای دهم. رجا و شیرزاده هستم از استودیوی بزرگ وسط شهر بزرگتر تهران. امروز با شما هستیم با یک کلاس فوق‌العاده خاص و ویژه، کلاس شب امتحانی هندسه پای دهم. امیدوارم که تا اینجای کار توی کلاس دهم و توی درس هندسه دهم خوب پیش اومده باشید و امیدوار هستم که ترم دوم بهتری رو رقم بزنید و پیشاپیش برای همه دوستان در امتحانات ترم اول آرزوی موفقیت و البته موفقیت‌های چشمگیر رو دارم. خب بحثی که امروز در واقع حالا تحت عنوان شب امتحانی ما با هم دیگه خواهیم داشت این هستش که مروری روی قسمت‌های اورژانسی و خیلی مهمتر کتاب درسی هندسه دهم تو بودجه بندی فصل 1 و 2 ترم اول خواهیم داشت. دوستانی که با ما یه تعداد کلاس داشتن در طول ترم، خب طبیعتاً قضايا رو میشناسن، خیلی مسلط هستن، تست زدیم، نکته گفتیم، سوالای کتاب حل کردیم، فوق‌العاده خوب اومدیم جلو. به امید خدا ترم دوم هم فوق‌العاده مسلط و بهتر انشالله پیش خواهیم رفت. دوستانی هم که امروز اولین بار هست ما رو تماشا میکنن، هم به خوش آمد میگم بهشون که به مجموعه آموزشگاه بهست و بهست آنلاین اومدن و براشون همواره آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. خب سلام علیکی هم بکنم با دوستان خوبم. دوستان میدونن که امکان چت وجود داره. سوگند، محمد حسام، سوما، علی، مرشاد هستی، فاطمه، پریا، الهه، زهرا، حسین، علیرضا، آنایتا، مجدد، فاطمه، سلام علیکی دارم با شما دوستای فوق‌العاده خوبم و امیدوارم که شما هم در وضعیت درسی و وضعیت در واقع مطلوب درسی قرار داشته باشید. پریماه جان سلام، ملینا اجدری سلام. ما میخوایم بریم سراغ حالا مهمترین مطالب کتاب درسیمون، کتاب هندسه 1 پایه دهم. حتما سایت بهست آنلاین رو پیگیری کنید. در همه دروس 2 جلسه اول کلاس رو میتونید به صورت رایگان مشاهده کنید. توی اینستاگرام پیج ما همراه ما باشید، صفحه اینستاگراممون raja.bashirzade.maths و کانال تلگراممون ریاضیات 99 خبرها و اتفاقات خوبی انشاءالله رو خواهد داد. روژینا جان سلام، نیلوفر جان سلام، رویا، پریا، تنا سلام، امیدوارم همگی ردیف باشید. خب ما باز یه تعدادی از تمرینات کتاب رو انتخاب کردیم و برای شما آوردیم و میخوایم که اشاراتی داشته باشیم به تمرین‌های مهم کتاب که توی فصل اول هستش و در واقع توی فصل دوم هستش و بیایم و کلی سوالای قشنگ و جذاب از اینجور سوالات در واقع با همدیگه حل کنیم. خب من یه صفحه سفید باز میکنم، شما هم حتما این کار رو انجام بدید. میخوایم اولین چیزی که امروز با همدیگه بررسی کنیم، اولین مطلبی که میخوایم با همدیگه بررسی کنیم درباره قضیه تالس. خب این قضیه رو هممون میشناسیم، توی فصل 2 کتابمون اومده، قضیه مهمی هست، قضیه دو شرطی هست، راجع به اینا صحبت. خب اول قبل اینکه وارد این موضوع بشیم تعریف قضیه چی بود؟ اصلا خود قضیه چی میگو؟ قضیه میشد یک گزاره شرطی همواره درست. ما تو درس هامون خونده بودیم که آقا گزاره چی بود تو درس 2 فصل 1؟ یک جمله خبری که یا ارزش درستی داره یا غلط. حالا داره میگه قضیه، تعریف قضیه. آقا تعریف قضیه چیه؟ تعریف قضیه یک گزاره شرطی است که همیشه درسته. گزارهای شرطی هم میدونید یه فرض داره، یه حکم داره. قضیه تالس از اون دسته قضایایی است که دو شرطی مطرح میشه. یعنی چی بچه‌ها دو شرطی مطرح میشه؟ یعنی شما اگر جای فرض و حکم، دارم تو کتاب دوره میکنم، یعنی اگر شما جای فرض و حکم رو هم با هم دیگه عوض کنید
باز هم قضیه برقراره. جای فرض و حکم رو با هم عوض کنید باز هم قضیه برقراره. پس قضیه دو شرطی رو هم تعریفش رو ببینیم با هم دیگه. قضیه دو شرطی، تعریف قضیه دو شرطی چی بود؟ قضیه دو شرطی با جابجایی فرض و حکم باز هم عبارت درست است. پس جالب شد تا اینجای کار. اصلا من وارد قضیه تالس هم نشدم فعلا، فقط چیزایی که گفتم راجع به این بوده که قضیه چیه، قضیه تالس چرا دو شرطیه. معنیش این هستش که دو شرطی بودن چیه و ادامه ماجرا. خب بذارید یک گریزی هم به این بزنم که آقا قضیه وقتی میگیم گزاره شرطی همواره درسته یعنی چی؟ یعنی هیچ مثال نقضی، هیچ مثال نقضی براش پیدا نمیشه. مثال نقض چی بود خودش؟ تعریف مثال نقض، مثالی که نشون میده یه عبارت درست نیست، نشون میده درست نیست. ولی داره میگه آقا هیچ مثال نقضی براش پیدا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همیشه درسته. گزاره رو مجدد مرور کنم که چی بود. خوبه، گزاره چی بود؟ تعریف گزاره، جمله خبری، جمله خبری که ارزش صحیح یا غلط داره. دارم یه جورایی درس دو کتاب رو دوره میکنم، دقت کنید، درس دو کتاب رو دوره میکنم. خب از همینا، حالا قبل اینکه وارد قضیه تالس بشیم، با همین دوره‌ای که من اینجا انجام دادم که حالا این گوشم می‌نویسم، این شد در واقع درس دو فصل یک. بریم یه چند تا سوال حل کنیم بچه‌ها، ببینیم چی به چیه. بیاین یه چند تا سوال حل کنیم از درس دو فصل یک، ببینیم چی به چیه. مثلا جزوه رو بیارید بچه ها، صفحه 4 جزوه رو بیارید، عکس هر یک از قضایای زیر رو بنویسید. عکس کردن یک قضیه چی بود؟ جا به جایی فرض و حکم، جا به جایی فرض و حکم، و سپس آنها را به صورت یک قضیه دو شرطی بنویسید. اوکی، الف رو بریم. اگر در مثلث دو ضلع برابر باشند، یعنی مثلا آ مساوی بی باشد، این میشه فرض، آنگاه، این فرض، آنگاه زاویه های روبرو به آنها نیز با هم برابرند، این هم میشه حکم. خب حالا اگه من بخوام عکس اینو بنویسم چیکار باید بکنم؟ بگو عکس اینو بخوام بنویسم چیکار باید بکنم؟ آفرین، جای فرض و حکم رو عوض میکنم. یعنی این میشه فرض که آ مساوی بی هست، نتیجه میده که ضلع آ با ضلع بی برابره، یعنی حکم. خیلی ساده، مثلا به عنوان مثال. دومیش چی؟ میگه اگر یک چهارضلعی لوزی باشه، لوزی بودن میشه فرض ما، قطرهاش عمود منصفن، میشه حکم. خب الان بخوایم برعکسش رو بنویسیم، میگیم آقا قطرها عمود منصف هم هستن، میشه فرض، حکممون میشه لوزی، یعنی جای فرض و حکم
عوض میشه. خیلی موضوع ساده است دیگه طبیعتا. بعدی چطور شما بگید دیگه. در هر مثلث اگر سه ضلع برابر باشن، این واس فرضه، آنگاه سه زاویه نیز برابرن. خب اگه بخوایم دوباره اینو جای فرض و حکمش رو عوض کنیم، میگیم سه زاویه برابر، آنگاه سه ضلع برابر. ردیفه. و بعدیش اگر دو دایره شعاهای برابر داشته باشن، یعنی R1 مساوی R2 اگر باشه فرض، آنگاه حکمش مساحت‌های برابر دارن. S1 هم بچه ها مساحت دایره چی میشد؟ PR2. آفری، مساوی میشه با PR2، مساویش میشه S2. حالا اگه من بخوام جای فرض و حکم اینا رو عوض کنم چی باید بگم؟ بگم مساحت دو دایره برابر، آنگاه شعاهای دو دایره برابر. این یکی از تمرینات خب مهم کتابمون هستش. ردیفی تا اینجا؟ میارم ملینا جان الان صفحه اول رو میگن بیاریم که تصویر رو عکس بگیرن و سپس آنها رو به صورت یک قضیه دو شرطی هم میگه بنویسید. میگم کاری نداره، من یکیش رو بنویسم براتون. مثلا اگر این ت رو بخوایم به صورت یک قضیه دو شرطی بنویسیم، قضیه دو شرطی اگر بخوایم بنویسیم چی باید بگم؟ میگم شعاهای دو دایره، شعاهای دو دایره مساوی هستند. فلش دو طرفه. این فلش دو طرفه نشون دهنده قضیه دو شرطیه، مهندس یادت باش. مساوی هستن مساحت‌های دو دایره برابرند. این فلش دو طرفه نشون دهنده قضیه دو شرطیه، یادت باشه. این فلش دو طرفه نشون دهنده قضیه دو شرطیه. فلش دو طرفه نشون دهنده قضیه دو شرطیه. البته بچه‌ها حواست با من مینم، البته این بحث فلش دو طرفه رو به زبونهای دیگه هم میتونن بگن. مثلا میتونن به جاش بگن اگر و تنها اگر، اگر و تنها اگر، اینم میتونه بگه. یا میتونه چی بگه؟ مکان هندسی. استاد مکان هندسی چه ربطی به اینجا داره؟ تمام قضیه های مکان هندسی دو شرطیه، یاد باش. تمام چی گفتم؟ تمام قضیه های مکان هندسی دو شرطیه. یعنی کدوما؟ مثلا هر نقطه روی عمود منصف از دو سر پاره خط به یک فاصله است، و بالعکس هر نقطه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روی عمود منصف قرار دارد. ردیفه. خب این هم میخواستید اسکرین بگیرید، بگیرید تا بگم قضیه تالس چیه.
حل بچه ها تا اینجا بریم. خب اما قضیه تالس چیه؟ پس الان من کلیات گفتم، بریم اسلاید بعدی بگیم آقا قضیه تالس چی بود اصلا. قضیه تالس، قضیه تالس چی بود اصلا؟ قضیه تالس می اومد می گفتش که آقا جان چی؟ می گفت اگر در مثلثی یک پاره خط، اگر توی مثلث یک پاره خط به موازات یکی از اضلاع رسم شود، بر روی دو ضلع دیگر پاره خط‌های متناظر متناسب ایجاد می کند و داریم. نگاه کن، یک مثلث رو در نظر بگیر، یک مثلث رو در نظر بگیرید، مثلا با رؤوس ABC. حواس با منه یا نه؟ با رؤوس بخونم چی نوشتم. میگه یک پاره خط، یه پاره خط موازی یکی از اضلاع، مثلا یه پاره خطی رو موازی یکی از اضلاع میکشیم. مثلا من به موازات BC میام یه پاره خطی اینجا میکشم، اینو قبوله؟ به موازات دو جا قطع میکنه، دو ضلع دیگر رو در دو نقطه قطع میکنه، مثلا اسمشونو میذارم M و N، قبوله؟ پس یه خط به موازات یکی از اضلاع رسم میکنم. میگه پاره خطهای متناظر متناسب، میگه آقا اینو نمیفهمم یعنی چی متناظر متناسب. متناظر یعنی نظیر به نظیر، یعنی اینی که بالای خط بنفش افتاده با این که بالای خط بنفش افتاده، اینا نظیر به نظیرن، و اینی که زیر خط بنفش افتاده با اینی که زیر خط بنفش اینور افتاده نظیر به نظیرن با هم دیگه. میگه استاد اوکی، ولی متناسب و دیگه خداییش نمیفهمم یعنی چی. متناسبش یعنی چی؟ آقا جان متناسب یعنی شما میتونی تناسب بنویسی، تناسب بنویسی. چه تناسبی؟ بالای خط با بالای خط، یعنی AM بالای، نگاه کن، AN هم بالای روبروش، زیر AN، زیرش BM یا MB فرق نمی کنه، زیر AN هم NC، که همه دوستان میدونن به این قضیه میگیم تالس جزء به کل، جزء به کل، قبوله؟ تالسی که وجود داره برای ما تالس جزء به کل هستش. خیلی ساده، درسته؟ جزء به جزء، ببخشید نوشتم جزء به کل، جزء به جزء هستش تالس. خود قضیه تالس جزء به جزء. حالا راجب قضیه تالس باز صحبت دارم با شما انجام بدم، راجب قضیه تالس. پس اگر یه پاره خط مثل MN به موازات یکی از اضلاع مثل BC رسم بشه، پاره خط‌های متناظر متناسب ایجاد میگه آقا ولی جزء به کل هم داره تالس. تالس یه دونه هم جزء به کل داره، اون چیه؟ میگم بله جزء به کل هم داره تالس،
ولی ستایی هستش. سه تا نسبت رو میذاریم با هم مساوی باشن. دقت، سر بالا. جز یعنی آم به روی کلش یعنی آبه، کل این دوتا. دوباره آن به روی کل اینا آسی. و این خیلی قشنگه، اگر مهندس خواستی پاره خطی رو وارد بازی کنی که داخل مثلثه، نگاه کن ام ان داخل این مثلثه، جزء به کل باید بنویسی به روی همین ضلع بی سی. پس چه زمانی جزء به کل می نویسم؟ زمانی جزء به کل می نویسم که پاره خط توی مثلث اصلی رو وارد بحث کنم. بله بله، همه رو تو گروه هم می فرستم. سوال؟ بله، اون روزم فکر کنم پرسیدید دیگه استاد کی کنکور دادین؟ سال 87 ریاضی و چند. اینا بچه ها میدونن سر کلاس دیگه، ریاضی را ما 100% جواب دادیم، دوستان در جریان هستن. رتبتون چند بوده؟ 31. بله، و الان هم که دانشجوی دکترا هستم بنده، منم مثل شما امتحان دارم، باید همگی درس بخونیم. پس دو جور تالس داریم، یه جزء به جزء، یه جزء به کل، که بسیار بسیار هم مهم هست. در واقع جزء به کل رو میگن تعمیم تالس هست، تعمیم تالسه، یعنی تالس رو عمومیت بدیم، کلی تر نگاه کنیم، میشه تعمیم تالس. بله دیگه، به جای اینا عدد میذارن مسئله میدن. حالا میریم نگاه میکنیم با هم ببینیم که کجا اینا رو داریم. جزوه در واقع شب امتحانیمون و کتابم، من اگه باز کنم خوبه، کتاب درسی رو بیارم براتون. هندسه دهم اینم باز کنم که اینم خوبه. این کتاب هندسه رو باز کنیم که بهتون نشون بدم اینا رو. اینم کتاب هندسه‌مونه. بزنیم صفحه 50. مثلا حالا سوال بیاریم از تالس. هم کتاب درسی خدا رو شکر دیگه دم دستشون هست. بیا مثلا نگاه کنید سوالو. در شکل مقابل MN موازی BCه. تو کتاب گفتم نشونتون بدم MN موازی BCه. به محض اینکه MN رو موازی BC میبینیم میگیم آقا تالس میزنیم. میگه استاد هم X رو میخواد هم Y رو. سوال کتابه، جزء به کل میری یا جزء به جزء؟ میگم چطور شما بهم جواب بدید، من میخوام Y هم پیدا کنم، تایپ کنید برای من ببینم جزء به کل بریم یا جزء به جزء و چرا. تایپ کن ببینم. آفرین سوما، باریکلا پریما، باریکلا آفرین، آفرین روژینا، باریکلا. آقا جزء به کل میریم. چرا؟ میگیم ایگرگ رو وقتی میخوایم تقسیم بر کل این یعنی دو ایکس به علاوه نیم، اینجا هم میشه ایکس تقسیم بر کل این یعنی ایکس به روی کلش. بچه ها ایکس به علاوه سه،
این ورم ایکس منهای نیم به کل این کلش ایکس منهای نیم با 2.25 جمع بشه میشه ایکس به علاوه بچه ها 2.25 با نیم منفی جمع بشه میشه 1.75. حل یا نه؟ خب دیگه اینجا باید طرف این وسطین کنیم و x رو پیدا کنیم. اینجا یه طرف این وسطین بزنیم، x در x میشه x2، x در 1.75 میشه 1.75 صدم x مساوی با x در x میشه x2. یه 3x داریم به علاوه 2.5x و منهای 1.5. از اینجا اگر محاسبات x2 رو بزنیم با هم دیگه و محاسباتش رو انجام بدیم، مقدار xمون خیلی راحت میشه 2. میگه خب استاد x شد 2، y چجوری پیدا میکنیم؟ میگم کاری نداره که میام اینجا x رو میذارم 2 مثلا. نگاه کنین x هم رو قرار میدم 2، 2 به علاوه 3 هم که میشه 5. حواست دامنه یا نه؟ y تقسیم بر 2 دوتا 4 به علاوه نیم میشه 4.5. ایگرگ هم پیدا میشه، طرف این وسط این کنیم 4.5 ضرب در 2 میشه 9/5 یا 1.8. اینا میشه ایگرگ. یه مثال فوق العاده مهم و امتحانی، باریکلا باریکلا بچه ها جواب میدید، از بحث تالست مطرح شد و توی کتاب، حالا سراغ ادامهش هم خواهیم رفت و ما بقیه جریان رو هم پیگیری خواهیم کرد. اوکیه؟ خب اما بیایم سراغ همچنان قضیه تالس. قضیه تالس یک موضوع دیگه هم من اینجا اضافه کنم به اسلایدم، اونم اینه که قضیه تالس یه قضیه دو شرطیه، یعنی عکس تالس هم برقراره. خب برعکسش هم بکنیم قضیه رو برعکس کنیم یعنی چی؟ جای فرض و حکم عوض، یعنی اگر که این تناسب ها برقرار بود میتونی نتیجه بگیری که در مثلث آبسه این خط به موازات ضلع رسم شده. پس خود تالس میگه اگه اینا موازی باشن میشه تناسب ها رو نوشت، عکسش میگه اگر تناسب ها رو نوشتی میتونی بگی اینا با هم موازی هستن. پس عکسش هم. حالا اثباتاشون فقط خیلی مهم، اثباتاشون عکس تالس، دقت کن عکس تالس اثباتش با برهان خلفه، همون اثبات غیر مستقیم. ولی خود قضیه تالس، خود قضیه تالس یادت باشه اثباتش، اثباتش با استدلال، ببخشید، اثبات خود تالس با استدلال مستقیمه یا برهان مستقیمه، برهان مستقیم. ولی عکسش با برهان خلفه، یعنی اثبات غیر مستقیم. این هم تمام نکاتی که توی قضیه تالس میشه مطرح کرد. دو تا تمرین خوب ببینیم از این، دو تا تمرین خوب ببینیم، جزوه رو بیارید. جزوه رو بیارید. سوال 5 رو نگاه کنیم بچه ها، صفحه 5، سوال 5 چی میگه؟ که از کتاب درسی هم هست. میگه در شکل مقابل میدانیم بسه به موازات دعیه، بسه این
به موازات دی ای. بسه به موازات دی ای. میگه اینا با هم دیگه موازیه. خب من برای اینا میتونم یک تالس یادداشت کنم. حالا جز به جز بنویسیم، جز به کل بنویسیم، فرقی نداره، ولی برای اینا میتونم یه تالس بنویسم. اثبات کنید کتاب دیگه. بیایم یه تالس بنویسیم. ببینیم چی به چی. خب میام جز به کل مینویسم. میگم آقا آب به روی آده، آب به روی آده مساوی است با اینور آسه بروی آی، آسه بروی آی. میتونم هستا بسه به ایدی رم بنویسم، بسه به ایدی، یعنی بیام جز به کل بنویسم. یه موازی دیگه هم دارم، یه موازی دیگه هم دارم، نگاه کن. بی ای به موازات دی اف، بی ای اینو میگه، بی ای به موازات دی اف این. خب برای اینم باز میام جز به کل مینویسم تالسشو. میگم آب به آده، این که تکراری هستن، آب به آده مساویست، بازم دارم جز به کل مینویسم. بگو مهندس آب به آده مساویست با آ ای، و قرمزا باید کار کنی، آ ای به آ اف، آ ای به آ اف. این هم میتونم بنویسم ب ای به دی اف، این هم میتونم بنویسم ب ای به دی اف، ب ای به دی اف. خب حالا میام از این تناسبا استفاده میکنم و حکم رو ثابت میکنم. نگاه کنید، مگه اینا با هم مساوی نیستن؟ سمت چپشون هم که یه چیزه. نگاهت به من ها، آبه به آده، آبه به آده، سمت چپ جفتشون یکسانه، پس نتیجه میگیریم سمت راستشون هم یکسانه، یعنی آسه به آیی از تناسب آبی، آسه به آیی مساوی است با از تناسب قرمز آیی به آف. یه طرف این وسط این بزنم کار تمومه، یه طرف این وسط این بزنم میشه آسی زب در آف. آی زب در آی که میشه آی به توان دو. رسیدیم به حکممون، آی به توان دو مساویست با آسی در آف. به عبارت دیگر آیی میشه واسطه اندیس. حالا میخوام نتیجه بگیرم از این تمرین، میخوام نتیجه بگیرم از این تمرین مهم، نتیجه که بچه های کلاس که الان همه نوشتن آقا تالس تو در تو، باری کلا مریم، باری کلا. شکل ما این بود دیگه، یه همچین چیزی بود شکل ما. نگاه کن، D F A، یه دونه من با آبی بکشم، یه دونه B C داشتیم، یه دونه هم B E داریم که به موازات اینه. اینم از این به موازات این، این ها هم به موازات هم دیگه. خب چه نتیجه ای میخواییم بگیریم؟ سر کلاس ما میایم به این موضوع میگیم آقا تالس تو در تو چی شد؟ تا
تالس تو در تو. خیلی هم موضوع مهمیه. چرا استاد به این میگی تالس تو در تو؟ دو تا تالس رو با هم مخلوط کرده، نگاه کن، دو سری تالس رو باید بنویسیم با هم. خب ما توی کلاس در واقع درسیمون علاوه بر این که تمرینات کتاب رو میگیم، حل میکنیم، مرور میکنیم فعالیت ها، تمام مو به موی کتاب رو میگیم، غیر از اینا خب تمام نکات تستی رو هم میگیم. یعنی فرض رو بر این میذاریم بعد اینکه شما مطلب رو به صورت ساده، خیلی ساده یاد گرفتید، مشکل اکثر بچه ها چیه؟ فقط هندسه رو حفظ کردن. آقا حفظ کن، حفظ کن، حفظ کن، بعد میره سر کنکور میبینه هیچ. از الان باید دید کنکوری داشته باشیم. شما دیگه کم کم دهمی محسوب نمیشید، دیگه تقریبا سال 11 هستید. شما دیگه 2-3 ماه دیگه تمام سال تحصیلی. باید به فکر این باشید یک ویژگی بهتر، یک ورژن بهتری از خودتون رو ارائه بدید توی 11 که رسیدید به 12 تمام این اشتباه ها و کارهایی که توی 1-2 اخیر به صورت خارج از اون فضای کنکور انجام دادید، چون تمام اینا باید منتهی بشه به کنکور. یعنی کنکوره که برای ما خیلی ارزشمنده. میره سر کنکور میگه آقا من فقط اینو اثبات کرده بودم، مثلا من بلد نیستم این چیه. آقا جان تک تک تمرینای کتاب مهمه، الان بهت نشون میدم. نگاه کن، تالس تو در تو به بچه‌ها یه چیزی گفتم. گفتم چی؟ گفتم به ضلع‌های مثلثت نگاه کن، مثلث گنده، به ضلع‌های مثلث گنده نگاه کن. یه ضلعی هست روش 4-5 نقطه است. نگاه کن الان این ضلع رو ببین، روش 4 نقطه است. میگه استاد چرا این ضلع رو نمیگی؟ میگم آخه روی این 3 نقطه است. میگه چرا اینو نمیگی؟ میگم روی این 2 نقطه است. من اینو میخوام، اونی که نقاط بیشتری داره. این ضلع میشه ضلعی که ما باهاش کار داریم. چطوری هم کار داریم؟ نگاه کن، از سر ضلع شروع میکنم. سر ضلع میگم تا سی بیا، تا ای بیا، تا اف هم بیا. کوچیک، متوسط، بزرگ. یه بار دیگه نگاه کن، کوچیک، متوسط و بزرگ میشه کوچیک ضرب در بزرگ، بزرگم میشه آف. متوسط به توان 2، متوسطش آیه. اینو باید بلد باشی تو. دیگه نمیتونی بیای بشینی سر جلسه کنکور که آه اثبات کن، اثبات کن. بله همه چیز دارم، کتاب برای همین برات گذاشتم، دارم بهت نشون میدم همه چیز از تو دل کتاب در میاد. همه چی. کلاسی هم که ما داریم اتفاقا همین روزای جمعه است. روزای جمعه از ساعت 1:30 ظهر تا 3، 1:30 یعنی 13:30 تا ساعت 3. بذار برات اینجا بنویسم، مثلا ببین همین بغل این بنویسم یادت نره. روزهای جمعه 13:30 تا 15 هندسه 10 کامل، تست، نکته، تشریحی، جمعه ها. حواستون باشه. حالا قبلا که کلاس حضوری بود یه مشکلی وجود داشت. شما وقتی ترم دوم می اومدی ثبت نام می کردی، تمام مطالب ترم 1 خب طبیعتا مرور نمی شد، دسترسی نداشتی بهشون. ولی الان که شما ترم 2 ثبت نام می کنی، تمام آرشیو ترم 1 هم برات باز میشه توی سایت. و میتونی همه ویدیوها رو با خیال راحت بشین نگاه کنی. بنابراین جمعه ها ساعت 1:30 تا 3 هندسه 10 داریم. 2 فصل بعدی کتاب رو خواهیم رفت، یعنی فصل 3 و 4، و بعدش شما میتونید در واقع آفلاین فیلم های در واقع بحث مربوط به ترم 1 رو هم نگاه کنید. توی بیست آنلاین، توی پیج اینستا، کانال تلگرام هم یادتون نره. خب برگردونید اون صفحه اسکرین بگیریم. بله حالا میخوام بهتون یه سوالم نشون بدم که چقدر راحته. اگر واقعا ما کتاب رو، کتاب درسی رو ملاک قرار بدیم، خیلی از
نکات، خیلی از سوالا، خیلی از تست های کنکور حتی به راحتی حل میشن. دیگه امتحان تشریحی که واقعیت جای خود داره. الان میخوام یه سوال بهتون نشون بدم از کنکور. بنویسم ریاضی، کنکور رشته ریاضی 93 مثلا، یکی از سوالهایی که حالا از این موضوع سوال اومده بوده. کیا روزه؟ کیا روز سه شنبه سر کلاس ریاضی ما هم بودن؟ کیا بودن روز سه شنبه سر کلاس ریاضی ما هم بودن؟ دوستان کدوماشون سه شنبه سر کلاس ریاضی ما هم بودن؟ روژینا بودی شما؟ خب الان اینم که سوالای کنکور رو ببینین، بیارم درس ریاضی رو. این دفترچه کنکور رشته ریاضیه. انقدر از این بحث بله بله سوما سوگن پریما مریم عظیمی، انقدر از این سوالای مربوط به تالس ببینید، انقدر فراوونه که حد نداره. خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد از اینها سوال مطرح میشه، خیلی زیاد. حالا من یک نمونه دیگه بیارم که دوستان ببینن. امروز اینم بیاریم. خب اینم مثلا خارج از کشوره. نمیدونم دوستان چقدر آشنا هستن کنکور خارج چی هست و چطور برگزار میشه، ولی ما یه کنکوری هم داریم خارج از کشور برای دوستانی که خارج از کشور هم میخوان بیان اینجا درس بخونن. خیلی کارشونم منطقی نیست ولی هستن دیگه، یعنی از این دوستان پیدا میشه. بازم نگاه کنی سوالای مربوط به تالس رو، خیلی 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 زیاد هستش و خیلی استفاده میشه از بحث مربوط به تالس. خب اینم بحث قضیه تالس رو مطرح کردیم. تو اسلاید بعدی میخوام بریم سراغ یک قضیه دیگه. یه فیدبک تا اینجا بگیرم ببینم که در چه حال و روزی هستید. اوکی، چطوری؟ داستان چیه؟ بگید ببینم تا اینجای کلاس اوکی هستید؟ خب خدا رو شکر همه دوستان خیلی پرقدرت، خیلی کلاس خوبی داریم ما. امیدوارم که همین کلاس همینطور پایه‌های بعدی رو هم بیاد بالا، سال 11 سال 12 همینطور پرقدرت بیایم بالا. خب اما میخوایم بریم سراغ بحث مهمی به اسم تشابه و محاسبات آن. تشابه و محاسبات.
خب ما تشابه دو جور داریم بچه ها توی درس هامون. دو جور تشابه رو خوندیم. یکی تشابه بین دو مثلث بود، یکی هم بین دو شکل کلی، یکی هم بین دو مثلث. توی بحث تشابه بین دو تا شکل کلی، تشابه بین دو تا شکل کلی، ما یک نکته بیشتر نداریم که دوستان باید بلد باشن. یعنی در واقع یک، حالا دو تا اشاره من کنم. یکی اینه که نسبت تشابه که همون کا معمولا نشونش میدیم، دیدید همون کا نشونش میدیم، نسبت تمام این آیتم ها هست. نسبت ضلع ها، نسبت محیط ها، نسبت، فقط یه چیز دیگه ای که هستش نسبت مساحت ها، میشد کا به توان چند، باریکلا کا به توان دو. وقتی صحبت از مساحت میشد، نسبت مساحت ها کا دو بود، ولی نسبت تشابه خودش، نسبت ضلع ها، نسبت محیط ها، همه اینا همون نسبت تشابهه. یعنی مثلا اگه حالا شکل دوتا بخوام اینجا بکشم، مثلا به عنوان مثال اگه بخوام بگم، فرض کنید دوتا مربع ما داریم، این یه مربع، یه مربع دیگه، مثلا نم یه مربع دیگه. خب الان مثلا به عنوان مثال ضلع این رو در نظر بگیرید باشه مثلا دو، ضلع این رو در نظر بگیرید باشه چهار. زلش زل اینم باشه دو. خب اگر از من بپرسن که نسبت تشابه اینا چیه، یا مثلا محیط این چند برابر محیط اونه، میگم آقا کا میشه چهار تقسیم بر دو، یعنی عدد دو، یا به جای دو یک دوم هم قبوله، فرقی نمیکنه. میتونیم بگیم این دو برابر اینه، میتونیم بگیم این نصف اینه، فرق نمیکنه اصلا، قبوله؟ ولی اگه بپرسن که مثلا مساحت این چند برابر مساحت اینه، مساحت اگه بپرسن، خب شما بگید مساحت این 4 به توان 2 میشه 16، مساحت این 2 به توان 2 میشه 4، این چند برابر اینه؟ 4 برابر، یعنی نسبت اس به اس پریم 16 تقسیم بر 4 میشه 4، که این 4 در واقع کا به توان 2، کا به توان 2 هستش. ردیفه یا نه؟ حالا بین دو مثلث هم صحبت خواهیم کرد. خب الان مثلا یه تمرین از کتاب ببینیم بچه ها. یه تمرین از کتاب ببینیم. صفحه 6 یه سوال من آوردم که مال کتاب درسیه. میگه نسبت مساحت‌ها، تا میگه نسبت مساحت‌ها، میگه کا به توان 2 در دو تا 5 ضلعی متشابه.
به من ربطی نداره که از کجا آورده، دو تا پنزلی متشابه گیر آورده. خب از نسبت مساحت هاشون کادو شده 4/9. پس یه جذر میگیرم از این، نسبت تشابهشون پیدا میشه، جذر 4/2، جذر 9/3. راجع به محیط صحبت کرده، میگه اگر محیط یکیشون 12 باشه، محیط اون یکی چنده؟ میگم خب دو سری جواب داریم. چرا بچه ها دو سری جواب داریم؟ به خاطر اینکه معلوم نیستش که الان 2/3 که نسبت محیط ها هست، یکی از محیط ها هم 12ه، من 12 رو بالا باید بنویسم یا پایین؟ آها استاد فهمیدم، میگه اگه 12 رو بالا بنویسید محیط اون یکی پیدا میشه. خب 3 × 12 = 36 / 2 میشه 18. اگر 12 رو پایین بنویسم محیط اون یکی یه چیز دیگه در میاد، محیط اون یکی میشه چقدر؟ 24 × 8. پس ما در واقع دو تا جواب داریم. گرفتید چی شد یا نه؟ نسبت مساحت ها که میشه کادو، یه جذر گرفتم شد کا. این کا در واقع همون نسبت تشابهه. منطبق گفتم مهندس نسبت تشابه، هم نسبت تشابه، هم نسبت ضله، هم نسبت محیطه، تمام اینا. حالا 2/3 مساوی 12 به چند یا چند به 12؟ دو جور میشه استدلال کرد. برای همینم هم گفته چند تا جواب داریم، طبیعتا دو جواب داریم. حواستون باشه. ردیفه؟ این میشه برای دو تا شکل به صورت کلی. اینجوریه که میگم باید کتاب خوب بخونی. همه چی تو کتاب هست، حتی برای کنکور. و الان چون فضای ما بحث امتحان نهایی هستش و امتحان تشریحی، حالا امتحان پایان ترم هستش، داریم هلوش کتاب حرکت میکنیم. وگرنه بچه ها میدونن خیلی از سوالای کنکور هم من نشون دادم بهشون سر کلاس، واقعا از کتاب درسی میاد، واقعا از کتاب مطرح میشه. خب حالا برم تو اسلاید ها. من بین دو شکل رو گفتم، حالا میخوام برم بین دو مثلث. یه علامتی میزنم اینجا، یه علامت میزنم که بیایم اسلاید بعدی. تو اسلاید بعد این رو با هم دیگه خواهیم رفت. تا اینجا سوالی نیست؟ خب اما بریم برای این مثلث ها. مرسی که اینقدر ردیف و مسلط و پر انرژی پیگیر هستید. بریم برای مثلث. خب اسلاید شماره 4، برای مثلث صحبت کنیم، یعنی تشابه بین دو مثلث.
اگر دو تا مثلث متشابه بچه ها داشته باشیم، حالا شکلم من بکشم براشون. اگر ما دو تا مثلث متشابه داشته باشیم، مثلا حالا بذاریم اینجا، خوردم بپیچونیمش و کوچیکشم بکنیم. خب این مثلا یه مثلث، یه مثلث دیگه هم بر فرض این شکلی اگر بکشم، و یه ذره بزرگترش کنیم، این بیاریم. حالا من میخوام ببینم آقا چرا این مثلث ها رو میگن متشابه، دلیلش چیه و حالت های تشابه چی خواهد بود. مثلا آ به سه و آ پریم، مثلا به پریم و سه پریم، به پریم و سه پریم. حالا اینم آپریم و سپریم. چرا اینا با هم دیگه متشابهن؟ میگه استاد سه تا حالت تشابه داریم، باریکلا سه تا حالت تشابه بین دو مثلث داریم، سه تا. اولیش که مهمترین و معروفترینش هم هست، تساوی دو زاویه است، که البته دو زاویه که چرس کنم میشه سه زاویه، چون وقتی دو تا زاویه از مثلث با دو تا زاویه از مثلث برابر باشن مثلث متشابه، دو تا برابر باشن هم سومیش مساوی. تناسب سه ضلع رو داریم، تناسب سه ضلع رو داریم، و یا تناسب دو ضلع، این خیلی خاصه این مورد سوم، تناسب دو ضلع و تساوی زاویه بینشون رو داریم. میگه استاد میشه از اینا مثال بزنیم؟ بله، تساوی دو زاویه، دقت کن، تساوی دو زاویه، از این میخوام مثال، دو تا زاویه مثلا الان یه 90 درجه داشته باشه، مثلا این یه 90 داره، این هم یه 90 داره، یه زاویه دیگه هم پیدا کنم، اوکیه. مثلا به عنوان مثال فرض کنید این زاویه رو بگیم 30 درجه، این زاویه هم باشه 30 درجه. الان به حالت تساوی دو زاویه دو مثلث ما با هم دیگه متشابه میشن، دو تا زاویه از این با دو تا زاویه از اون مساویه، بنابراین با هم متشابه میشن. استاد تناسب سه ضلع چی میگه؟ اینم الان بهت میگم. تناسب سه ضلع میگه ضلع هاشون تناسب داشته باشه، مثلا این چهاره، این دوه، اینم میشه دو رادیکال سه، این دوه، این یکه، اینم میشه رادیکال سه، این میشه دومی موردمون، تناسب دو ضلع، سه ضلع. میگه استاد یعنی چی؟ میگم آقا تناسب میتونی بنویسی مثل تالس، نگاه کن سر بالا ضلع اینو ببین، یک رادیکال سه و دو، یک رادیکال سه و دو، ضلعی اونم از کوچیک به بزرگ بنویسیم، دو رادیکال سه و چهار، نسبت ببندیم، ببین یک دوم رادیکال سه هاشو بزن یک دوم، یعنی نسبت تشابهشون رو نوشتی، ایول این کاه یک دومه دیگه.
و تناسب دو ضلع و تساوی زاویه بینشون. تناسب دو ضلع و تساوی زاویه بینشون. اینم سومین حالت تشابه. یعنی چی؟ یعنی شما دو تا ضلع رو انتخاب می‌کنی. مثلا من این 4 رو می‌گیرم با دو رادیکال 3. 4 و دو رادیکال 3. میرم اونجا نصف 4 2، نصف دو رادیکال 3 هم رادیکال 3. تناسب دو ضلع و تساوی زاویه بینشون. بین این دو تا چه زاویه‌ای هست؟ 30 درجه. یعنی زاویه آپریم. اونورم بین همون دوتا باز زاویه آه که 30 درجه است. اینم باز تضمین میکنه که دو مثلث با هم دیگه متشابه هستن. اینم میشه بحث تشابه بین مثلث ها. گرفتید بچه ها چی به چیه یا نه؟ سوال از اینم حل میکنیم. بله، تو کلاسمون خیلی زیاد تشابهه همه. مطمئن باشید که در واقع یک چیز خیلی 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 دقیق که بخوام به شما بگم، نکته کم نیست اصلا. شما این جزوهایی که ما میدیم پیشتون میمونه توی امتحانه در واقع 2 سال آینده، انشالله 3 سال آینده که کنکور دارید، یعنی کنکور 1402 به امید خدا کنکور که دادید، میبینید که همه اینا رو از دهم ما گفته بودیم و بحث کرده بودیم. سوال از تشابه هم حل کنیم تو همین صفحه، ببینیم چی به چی. این سوال، سوال اول رو بریم. در شکل روبرو زاویه A1 مساوی زاویه B، یعنی این زاویه الان این زاویه. با این زاویه مساویه. گفته این زاویه A1. AC 4، AC رو داده 4. BD هم 6. BD هم طول BC رو میخواد. خب من این تیکر رو میگیرم X مثلا. این 4. BD هم 6. DC میشه طول BC رو میخواد، کل اینو میخواد. خب بریم سراغ تشابه. اصلا یه مثلث، گوش کن، یه مثلث کوچولو تو یه مثلث بزرگ دیدی؟ یه مثلث کوچولو تو یه مثلث بزرگ دیدی و گفت دو تا زاویه با هم مساوی هم، بگو تشابهه. یه مثلث کوچولو توی یه مثلث بزرگ دیدی، دو تا زاویه هم گفت با هم برابرن، 3 سود بگو تشابه، بزن تو کارش. برو بریم. خب آقا به چه حالتی؟ امتحان تشریحی دارم، باید بگم که مثلثایی که با هم دیگه متشابه هستن، الان مثلث کوچیکه ADC با مثلث بزرگه یعنی ABC، اینا با هم دیگه متشابه هستن. خب به چه دلیلی این دوتا مثلث با هم متشابه هستن؟ دلیل تشابهشون خیلی ساده است بچه ها. یکی این که A1 با B مساویه، خودش گفته. یکی دیگه هم این که این زاویه C هم در مثلث کوچک هم در مثلث بزرگ مشترکه. C در مثلث کوچک و بزرگ مشترکه. این مشترک بود. اون A1 مساویه B هم که خود سوال به من گفته بود. پس دو زاویه مساوی دارن، مثلث های بزرگ و کوچیک. خب وقتی با هم دیگه متشابه باشن میتونیم نسبت تشابه بینشون بنویسیم. خب بیا ببینم، از این C شروع کن. اینجاش خیلی مهمه ها. از این C شروع کن. C در مثلث کوچک به چه ضلعی نگاه میکنه؟ یا روبروی C چیه؟ AD. پس AD رو می نویسم.
سی در مثلث بزرگ به چه زلی نگاه میکنه یا روبروش چیه؟ آبه. یه بار دیگه بگم، سی در مثلث کوچیک به چه زلی نگاه میکنه؟ عادی. سی در مثلث بزرگ به چه زلی نگاه میکنه یا روبروش چیه؟ آبه. این از زاویه سی. یه زاویه دیگه داشتیم، آیک و بی. آیک روبرو به دی سیه، پس دی سی رو می نویسم. بی روبرو به عدد 4. دو تا زل او بنویسی، زل سوم معلومه دیگه، آدی دی سی، اینا آدی دی سی، خب زل بعدی میشه آسی، یعنی 4. اینم آبه رو نوشتیم، 4 هم نوشتیم، این زل کلن بی سی مونده دیگه، بی سی. یه ذره صاف و صوفش کنیم، این 4، این 4، دی سی چقدره؟ دی سی ایکسه. بی سی چقدره؟ بی سی هم کل اینه، ایکس به علاوه 6. یه طرف این وسط، این سوال خیلی قشنگیه، یه طرف این وسط این بزنیم، ایکس 2 به علاوه 6 ایکس منهای 16 مساوی 0 میشه. دو تا جواب برای ایکس اون پیدا میشه، یا منفی 8 یا 2. منفیش که قابل قبول نیست، 2 قبوله. بچه ها دقت کنید، ایکس شد 2، یعنی این شد 2. کل بی سی رو از من میخواست، کل بی سی رو هم من میخواد، یه 6 تا و یه 2 تا میشه 8 تا. یک بار دیگه توضیح میدم. گفتم یه مثلث کوچیک تو یه مثلث بزرگ، دو تا زاویه هم مساوی، حتما تشابه بین چی و چی؟ مثلث کوچیک با مثلث اصلیه، مثلث بزرگ. دلیل تشابه، آیک با بی مساوی، خودش گفته. سی هم در مثلث کوچیک و در مثلث بزرگ مشترکه، پس مثلث کوچیکه و اصلی متشابه. نسبت تشابه چطوری بنویسم؟ اینجا شروع کنم، سی 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 در مثلث کوچیک روبرو به عادیه، اینها. سی در مثلث بزرگ روبرو به آب است، اینم آبه. پس اینا رو با هم نوشتم. زاویه بعدی آیک و بی. آیک در مثلث کوچیک روبرو به ایکسه، یا همون دی سیه. بی در مثلث بزرگ روبرو به 4. پس اینا رو هم با هم می‌نویسم. دو زل رو بنویسم، زل سوم دیگه عملاً چیزی نداره. آدی دی سی، اینها آدی دی سی، خب زل سوم میشه 4. آبه و 4، آبه و 4، زل سوم میشه کل بی سی. به جای بی سی گذاشتم ایکس به علاوه 6، اینها ایکس به علاوه 6. به جای دی سی هم گذاشتم خود ایکس. یه طرف این وسط این زدم، x در x میشه x2 به علاوه 6x، آوردم یه طرف منهای 16، معادله درجه 2، خوندید تو درس ریاضی حتما. و دو تا جواب بهم میده، منفی که قابل قبول نیست قطعا، x هم میشه 2. دقت کنم فقط x هم شده 2، از من کل بی سی رو میخواست، یه 6 تا و یه 2 تا، بی سی میشه 8 تا. راستی اینم بگم تو صفحه اول، اینم بنویسم که یادتون نره، چون یه سری بچه ها ممکنه با ما ریاضی هم داشته باشن، ما سه شنبه ها هم ساعت 20:45 تا 22:15 ریاضی دهم داریم. اونجا هم همینطور دوستان میدونن خیلی روش ها و قلق ها و در واقع همه رو میگیم، از امسال شما با تستنی آشنا میشید و جلو میرید و خیلی پرقدرت حرکت میکنید. خب سوال دارن دوستان بپرسن، من گوش میدم. سوالی اگر هست مطرح کنید.
پس بچه ها یادتون نره، بازم تأکید میکنم، شما وقتی در آموزشگاه بهسط و بهسط آنلاین ثبت نام میکنید، توی گروه واتس اپ شما رو اد میکنن یا اضافه میکنن که دیگه توی اون در واقع گروه ما جزوات رو میذاریم، جزوهای کامل شده رو. کلاس هندسمون جمعه ها ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهره و کلاس ریاضی دهم هم داریم سه شنبه ها از 8:30 تا 9:30 شب. اوکیه؟ حتما توی اینستا، تلگرام و خود سایت بهسط هم با ما همراه باشید حتما. خب سوالی اگر هست صفحه 48 کتاب سوال آخر باشه، اینم نگاه میکنم الان صفحه 48 کتاب سوال آخر. آها اینو که آورده بودیم توی جزوه خودمون هم، کدوم زلو با کدوم بگیرید؟ ببینید خودش گفته بی ای دو برابر دی ایه، یعنی شما مثلا بی ای رو اگر بگیرید ایکس، ببخشید دی ای رو اگر بگیریم مثلا ایکس، بی ای میشه دو ایکس، یعنی دی ای رو اگر بگیریم ایکس، این بی ایه، این میشه دو ایکس. زلا رو معلومه کدوم ها رو باید با هم بگیری، نگاه کن ملینا، این دو آ باید با سه آ بگیریم چون آ دارن جفتشون، همین. چهار بی رو باید با شیش بی بگیریم چون جفتشون بی دارن، و دیگه دو تا زل معلوم باشه سومی هم مشخص هستش که چی به چیه دیگه. زاویه هم معلومه دیگه، الان روبرو به دعا، نگاه کن روبرو به دعا، اینه دو ایکس منهای یکه، باید با روبرو به سه ها بگیرید، یعنی ایگرگ بلای 15. چاربی سبز روبرو به دو ایکس منهای 7، سبز اینم روبرو به ایکس بلای ایگرگه، نهاد با این بگیر، دو معادله دو مجهول ایکس و ایگرگ پیدا میشن. قانون تصویر رو هم یه بار بگید، همینجا بهت میگم، نگاه کن مریم عظیمی، میگفت در یک مثلث قائم الزاویه اگر ارتفاع وارد بر وتر رو بکشیم، مثلا این 5, 12, 13، مثلا ارتفاع وارد بر وتر رو اگر بکشیم آهاش، میگفت بهاش در بسه، قانون تصویر بهاش در کل بی سی مساوی میشه با این زل 5 به توان 2، بی سی رو هم که مثلا شما داری 13، بهاش پیدا میشه. یا از این ور نگاه کنیم، سه هاش ضرب در کل بی سی، یعنی این در کل میشه 12 به توان 2. حله؟ خب خدا رو شکر. اون برای تمام دوستای خوبم آرزوی موفقیت میکنم توی امتحانشون، امیدوارم چیزایی که امروز گفتیم کاربرد داشته باشه و توی امتحان بهشون کمک کنه. تا 2 هفته میشه گفت، تا در واقع 3 هفته آینده ما اولین جلسه‌مون توی بهمن ماه 3 بهمن خواهد بود. ترم 2 کتابو میریم، راه‌های ارتباط با ما رو فراموش نکنید، اینستا، تلگرام و سایت بهسط آنلاین. امیدوارم امروز هم از درس لذت برده باشید، من که خیلی خیلی لذت بردم از اینکه شما دوستان رو سر کلاس همراه خودم داشتم، امیدوارم شما هم این در واقع نظر مثبت رو راجع به کلاس داشته باشید. خیلی خیلی از خداوند ممنونم که فرصتی داد با هم دیگه باز هم یه دوره دیگه توی کتاب بزنیم و تمرینای مهم رو بررسی کنیم. بی صبرانه منتظرم ترم دوم شروع شه و تک تک شما رو سر کلاس ببینم. از استودیوی بزرگ بهسط رجا و شیرزاده با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم که همیشه شاد سلامت سرحال و موفق باشید. یا علی، خدا نگهدار.
بهصفت آشنای سه نسل.